سخنگوی وزارت خارجه فرانسه: رژیم ایران دیگر توافق اتمی را رعایت نمی‌کند. این رژیم باید به این توافق پایبند باشد. تهران از نو بایستی خودش را با توافق اتمی تطبیق بدهد. خارج از برنامه اتمی، موضوع ثبات در منطقه هم هست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هیچ کس مجاز نیست با رژیم ایران از جانب آمریکا صحبت کند. وی ایمانوئل ماکرون را متهم به دادن علائم متناقضی به تهران بر سر مذاکرات احتمالی کرد. آژانس بین‌المللی انرژی که مقر آن در پاریس است اعلام کرد تولید نفت ایران در ماه می به 2,400,000 بشکه رسیده است که از اواخر دهه 1980 میلادی تا کنون پایین‌ترین سطح محسوب می‌شود. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد قاسم تاج‌الدین مدیر شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری در لبنان و آفریقا که پیشتر به جرم حمایت مالی از حزب‌الله تحت تحریم بود به زندان محکوم شد. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا آمادگی کشورش را برای حضور در ائتلاف دریایی در خلیج فارس به منظور آزادی کشتیرانی تجاری و امنیت دریانوردی اعلام کرد.